و خبری از درگیری ها در کشور آفریقایی سودان سازمان ملل متحد اعلام کرد جنگ کنونی در سودان بین ارتش و نیروهای واکنش سری که بیش از نه ماه است جریان دارد بیش از سیزده هزار کشته و حدود بیست و شش هزار زخمی بر جای گذاشته است دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا در بیانیه‌ای که روز گذشته یک شنبه منتشر کرد توضیح داد از آغاز درگیری ها بین ارتش سودان به رهبری عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سری به رهبری محمد همدان دقلو حمیدتی در 15 آوریل گذشته حدود 13100 نفر کشته و حدود 26051 نفر دیگر در سراسر سر کشور زخمی شدند. دفتر امور بشر دوستانی سازمان ملل متحد افزود نه ماه پس از آغاز جنگ بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع حدود دهم میلیون نفر از خانه های خود آواره شدند و یا به مکانهای های امتر دیگری در سودان پناه برده یا به خارج از کشور پناهنده شدند این نهاد وابسته به سازمان ملل توضیح داد شش و یک ده همه میلیون نفر در داخل سودان آواره شده و حدود یک و نیم میلیون نفر دیگر از همه آوریل گذشته به کشورهای همسایه پناهنده شدند. جنگ بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع از عواست آوریل 2023 میلادی بدون اینکه تلاش های بین المللی برای پایان دادن به این جنگ موفقیت آمیز باشد موجب بروز شرایط انسانی سختی شده و این جنگ به نه ولایت از مجموعه 18 ولایت این کشور سرایت کرده است.